نمایندگان گروه های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه در تلاش برای دستیابی به موضعی واحد در مذاکره احتمالی با دولت سوریه در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم آمدند این نشست که از روز سهشنبه هفدهم آبان ماه شروع شده دو روز ادامه دارد بنابر گزارش رسانه های عربی در کنفرانس ریاض حدود 100 شخصیت از ائتلاف مخالفان سوریه، هیئت هماهنگی مخالفان و جریانها و شخصیت های مخالف شرکت کننده در کنفرانس قاهره یعنی به طور کلی مخالفان خارجی و داخلی سوریه شرکت خواهند داشت. مقام های دولت عربستان سعودی به خبرگزاری دولتی این کشور گفتند از تمام جناهای میان روی مخالف حکومت سوریه وابسته به جریانها و گروه های سیاسی قومی و فرقی در داخل و خارج سوریه برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل آمده است. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است این نشست در راستای حمایت عربستان از حل سیاسی بحران سوریه و بر مبنای توافقات اجلاس وین دو در چهاردهم نوامبر سال جاری برگزار می شود که در آن از گروه های مخالف سوری خواسته شده بود با اتخاذ موزهی مشترک نمایندگان خود را برای مذاکره به منظور به جریان انداختن روند انتقال قدرت بر اساس تصمیمات اجلاس ژنو سال 2012 تعیین کنند. شماری از گروه های عمده سیاسی و نظامی مخالف حکومت سوریه از جمله ارتش آزاد سوریه و گروه اسلامگرای جیش الاسلام دعوت عربستان برای شرکت در این نشست را پذیرفتند. از گروه جبهه جنوبی نیست که ائتلافی از تشکل‌های غیر اسلامگرا و فعال در جنوب سوریه است برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل آمده است. تشکل‌هایی که از آنها با عنوان سازمان های تروریستی یاد می شود از جمله جبهه نصرت و گروه تروریستی داعش برای شرکت در این جلسه دعوت نشدند. همچنین گروه های وابسته به کورت های سوریه نیز به این نشست دعوت نشدند. وزارت خارجه عربستان گفته است برگزاری اجلاس ریاض و انتخاب گروه هایی که به آن دعوت شدند با مشورت اکثر شرکت کنندگان متنفذ در اجلاس وین و استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه صورت گرفته و از حمایت آنها برخوردار است. عدم هماهنگی بین گروه های مخالف حکومت سوریه و ناتوانی آنها در تشکیل جبهه واحد یکی از عوامل ناکامی تلاشهای های بین المللی در دستیابی به راه حلی برای بحران سیاسی سوریه و پایان دادن به جنگ داخلی آن کشور بوده که کما بیش پنج سال است ادامه دارد و بیش از دویست و پنجا هزار کشته میلیون ها آواره در داخل خارج و ویرانی گسترده بر جای گذاشته است. پیشنویس قطنامه بستن موضوع پرونده ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران آماده شده و توسط کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک به شورای حکام ارائه شده است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 16 آذر اعلام کرد نسخه پیشنویس قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران روز دوشنبه 16 آذر در اختیار تمامی 35 عضو شورای حکام قرار گرفته است. شورای حکام قرار است در 15 دسامبر درباره پیشنویس این نامه تصمیم گیری کند. به گزارش رویترز قطنامه پیشنهادی تصریح می کند بررسی شورا درباره این ادعاها مخدومه می شوند چرا که ایران با رعایت زربل لازم در همکاری با آژانس این نهاد بین المللی را قادر به تکمیل تحقیقاتش تا پایان ماه جاری کرده است. بسته شدن پرونده اتمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی شرط آغاز اجرای توافق اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک است. پیش از این دولت های ایران و آمریکا برای بسته شدن پرونده اتمی ایران در آژانس ابراز امیدواری کرده بودند این خبر در حالی منتشر شده است که دور دوم کمیسیون مشترک ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه 16 آذر در وین پایان یافت هدف از این نشست توافق درباره پیشنویس قطنامه این گروه به شورای حکام آژانس المللی انرژی اتمی اعلام شده بود در این پیشنویس آمده است که تمام اقدامات مربوط به نقشه راه به منظور شفاف سازی مسائل باقیمانده برنامه هسته ایران آنگونه که مورد توافق قرار گرفته بود اجرا شده است و بر اساس آن بررسی های شورای حکام در این زمینه بسته می شود. در همین حال ولادیمیر وارنکوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه 16 آذر گفت پیش بینی می‌کند توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی ژانویه آینده به اجرا درآید. بر پایه توافق هسته ایران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین را کاهش دهد به این ترتیب که بخش اعظم آن را در اختیار روسیه قرار دهد و در مقابل اورانیوم غیر غنی شده بگیرد آقای وارنکوف گفت پیش بینی می کند این مبادله تا پیش از پایان سال جاری میلادی صورت گیرد در همین حال حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با انتقاد از پیشنویس این قطنامه روز سهشنبه 17 آذر در سرمقاله کیهان نوشته است خبری موثق حکایت از آن دارد شورای حکام آژانس پیشنویس قطنامه نهایی خود را تهیه کرده و در اختیار وزارت خارجه ایران قرار داده که در آن کمترین اشاره ای به بسته شدن پرونده پی ام دی نشده است همزمان دو مقام آمریکایی روز دوشنبه 16 آذر اعلام کردند ایران ماه گذشته میلادی یک موشک بالستیک میانبرد را آزمایش کرده است که این آزمایش موشکی جدید نقض قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این دو مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود تصریح کردند این آزمایش موشکی سی آبان سال جاری و در نزدیکی بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است به گزارش فاکس نیوز این موشک از نوع موشک قدر 110 بوده که برد متوسط آن بین 1800 تا 2000 کیلومتر است و قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد طبق این گزارش موشک قدر 110 مدل بهسازی شده ی موشک شهاب 3 است. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به فاکس نیوز گفته است که کاخ سفید از موضوع آزمایش موشکی تازه ایران مطلع است. فاکس نیوز میگوید به نظر می هدف ایران از آزمایش های اخیر افزایش دقت هدفگیری و هدایت این موشک هاست. بر اساس قطنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید ایران از انجام آزمایش های مربوط به موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک های هستئی دارند منع شده است به رغم توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین در سال جاری و قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید این توافق و لغو تحریم‌ها محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران تا هشت سال پس از اجرای این توافق ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواهد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا خواهان ممنوع شدن ورود مسلمانان به آمریکا شده است. آقای ترامپ در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 16 آذر ماه منتشر کرده گفته است چون این ممنوعیتی تا زمانی که قانونگذاران و نمایندگان دریابند که مشکل چیست میبایست به طور موقت اعمال شود. در بیانیه ای آقای ترامپ گفته شده است چون این پیشنهادی به خاطر تنفر بخش اعظم جمعیت مسلمان نسبت به آمریکا مطرح شده است آقای ترامپ گفته است تا زمانی که نتوانیم در خصوص این مشکل و تهدیدهای خطرناک ناشی از آن تصمیم بگیریم کشور نباید اجازه دهد که قربانی حملات افرادی بشود که به جهاد معتقدند و برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند این اظهارات دونالد ترامپ واکنش های در پی داشته است. تعدادی از نامزدهای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا از این اظهارات انتقاد کردند. کریس کریستی فرماندار ایالات نیوجرسی و از نامزدهای حزب جمهوری خواه پیشنهاد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا را مسخره و غیر سازنده خوانده است. سناتور مارکو روبیو از نامزدهای حزب جمهوری خواه نیز گفته است با دونالد ترامپ در این خصوص هم عقیده نیست و چون این اظهار نظرهایی باعث وحدت مردم آمریکا نخواهد شد. معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید پیشنهاد دونالد ترامپ را در تضاد کامل با تمام ارزش‌های آمریکا دانسته است. بیانیه آقای ترامپ در حالی منتشر شده است که برک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 15 آذر ماه در یک سخنرانی زنده تلویزیونی گفت اگر میخواهیم در جنگ علیه تروریسم موفق شویم میبایست به مسلمانان به مساب یک متحد قوی در این نبرد نگاه کنیم نه اینکه با سوء زن و تنفر آنها را از خود برانیم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در ایران علیه محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به دلیل انتشار عکس و سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران اعلام جرم کرد به گزارش میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه روز دوشنبه 16 آذر خواهان رسیدگی به این شکایت از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است روزنامه اطلاعات بخشی از گفتگوی سردبیر روزنامه لبنانی از سفیر با محمد خاتمی را در شماره روز شنبه چهاردهم آذرماه با تیتر درشت باید گفتگو کنیم چاپ کرد روزنامه اطلاعات در کنار کیهان یکی از دو روزنامه ایرانی است که مدیر مسئول آن را رهبر ایران منصوب می کند. محمود دعایی از روحانیون اصلاح طلب و عضو مجمع روحانیون مبارز است که به حکم آیت الله خمینی از سال 1359 سرپرست روزنامه اطلاعات بوده است. پس از درگذشت آیت الله خمینی در سال 68 آیت الله علی خامنه او را در سمت مدیر مسئول این روزنامه و نماینده ولی فقی در مؤسسه اطلاعات ابقا کرد با اینکه ممنوعیت استفاده از نام آقای خاتمی و انتشار عکس او تا چند ماه پیش رسما اعلام نشده بود عمده رسانه ها در ایران در مطالب خود از او فقط با عنوان رئیس دولت اصلاحات نام میبرند در بهمن سال گذشته قلم حسین محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضایی به سراحت گفت استفاده از نام و تصویر آقای خاتمی در رسانه ها منع قانونی دارد سال پیش سایت جماران وابسته به مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی پس از انتشار تصاویری از مراسم ختم خواهر محمد خاتمی برای مدتی از دسترس خارج شد و پس از حذف عکس دوباره قابل دسترس بود عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که به اعتلاف به رهبری عربستان سعودی اطلاع داده که آتش بس هفت روزه از 15 دسامبر در یمن آغاز می شود رئیس جمهوری یمن در نامه ای که روز دوشنبه 16 آذر خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته تأکید کرده به رهبری اعتلاف اطلاع دادم که قصد داریم آتش بس در یمن را از 15 تا 21 دسامبر آغاز کنیم به گزارش رویترز رئیس جمهوری یمن تأکید کرده است این آتشبس همزمان با مذاکرات صلح یمن خواهد بود و در صورت پایبندی ها این آتشبس میتواند تمدید شود پیشتر اسماعیل ولد شیخ احمد فرستادی سازمان ملل متحد از توافق طرفهای درگیر در یمن برای حضور در مذاکرات صلح ژنو خبر داده بود فرستادی سازمان ملل متحد گفته بود که در این مذاکرات یک هیئت مرکب از نمایندگان دولت عبد رب منصور هادی و از طرف دیگر هیئتی مرکب از شبه نظامیان شیعه حوسی و هیئتی رسمی از کنگره خلق یمن وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین حضور خواهند داشت نماینده سازمان ملل در امور یمن گفت برای مذاکرات صلح سوئیس هیچ جدول زمانی تعیین نشده و مذاکرات تا جایی که لازم باشد ادامه خواهد داشت اسماعیل ولد شیخ احمد همچنین گفته بود همه طرف های درگیر در جنگ داخلی یمن از جمله اعتلاف به رهبری عربستان سعودی با برقراری آتش بس در این کشور موافق هستند فرستادی سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود عربستان تنها به شرط حمایت عبد رب منصور با آتش بستر یمن موافقت خواهد کرد اعتلاف به رهبری عربستان از هشت ماه پیش حملات خود را به مواضع شبه نظامیان شیعه حوسی مورد حمایت ایران و طرفداران علی عبدالله صالح آغاز کرده است به گفته سازمان ملل متحد جنگ داخلی در یمن طی این مدت نزدیک به 6 هزار کشته داشته و نیمی از جمعیت این کشور نیز در معرض قحطی قرار دارند تا کنون تلاش سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی یمن نتیجه دربر در بر نداشته است دور اول مذاکرات صلح یمن در خرداد ماه گذشته در ژنو برگزار شد و بدون هیچ نتیجه به پایان رسید آموزش و پرورش ایران تصمیم گرفته است که رشته های علوم انسانی را از مدارس ایران حذف کند. اسفندیار چهار بند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران روز یک شنبه 15 آذر در نشست خبری گفت بر اساس تصمیم گیری های جدید در ورود به رشته علوم انسانی محدودیت هایی خواهیم داشت و در سال تحصیلی 95-96 هیچ مدرسه دولتی عادی نمیتواند دانش آموزان را در رشته ادبیات و علوم انسانی ثبت نام کند. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد ورود به رشته های ادبیات انسانی برای دانش آموزان سهل و ساده نیست و بر همین اساس تنها استعدادهای برتر می توانند در این رشته تحصیل کنند روزنامه شهروند چاپ تهران روز دوشنبه 16 آذر با اشاره به سخنان مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران نوشت این اتفاق برای رشته ی علوم انسانی در دبیرستان های ایران از نب... نگاهی دیگر میتواند بخشی از برنامه محدود کردن علوم انسانی در کشور باشد. برنامه که در سالهای اخیر در دانشگاه ها و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شده و حالا خبرهای تازه نشان می دهد که دامنه محدودسازی آن به مدارس هم کشیده شده است. دانشگاه های ایران از سال 2010 شروع به حذف رشته های علوم انسانی کردند. دانشگاه علامه تبا تبایی که مهمترین دانشگاه ایران در ارائه رشته های علوم انسانی به شمار می رفت، در سال 2011 تقریبا بخش عمده این رشته ها را حذف کرد. از 19 رشته تحصیلی در این حوزه تنها 6 رشته در این دانشگاه باقی مانده است. بخش حذف رشته های علوم انسانی در ایران پس از اعتراض های سال 1388 و اظهارات آیت الله خامنه ای درباره غربی بودن رشته های علوم انسانی آغاز شد. نخست گفته شد که علوم انسانی باید اسلامی شوند اما وقتی راهی برای اسلامی کردن آنها پیدا نشد حال چاره را در حذف این رشته یافتند. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران به شهروند گفته است تصمیمی که وزارت آموزش و پرورش در این زمینه گرفته نشان دهنده بمبست علوم انسانی در ایران است و در واقع علوم انسانی را به بمبست کشاندند به گفته آقای زیبا کلام مشکل اساسی این است که در ایران به علوم انسانی به عنوان ابزاری برای انتقال و القای ایدولوژی به جامعه نگاه می شود و نه برای فهم جامعه، فهم تاریخ و فهم انسان. نگاه بیطرفانه به این دانش وجود ندارد و هرچه هست نگاه ایدئولوژیک است. از آنجا که در این زمینه توفیقی حاصل نشده بنابراین علوم انسانی را ناکارآمد دیده و علوم انسانی هم در این شرایط دچار بحران عمیقی شده است به اعتقاد این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران دستگاه های حکومتی در ایران نتوانستند با علوم انسانی کنار بیایند بنابراین راهکار حذف را در پیش گرفتند به گفته ای آقای زیبا کلام حذف علوم انسانی از دبیرستان در واقع مقدمه ای برای حذف تدریجی آن در دانشگاه ها در سالهای آینده است آقای زیبا کلام این اقدام را تصمیمی شتاب زده می داند که پیامدهای اجتماعی آن در سالهای آینده روشن می شود شهروند نوشته است جدا از فشاری که در سالهای اخیر از ناحیه نگاه سیاسی به این حوزه علمی تحمیل شده تصمیم تازه آموزش و پرورش برای حذف این رشته از دبیرستانهای دولتی پیامدهای آموزشی و تحصیلی برای دانش آموزان دارد محمد رضا نیک نژادی آموزگار و کارشناس آموزش و پرورش معتقد است که این تصمیم پیامدهای منفی فراوانی خواهد داشت و مهمترین مشکل گرفتن حق انتخاب از دانش آموزان است. به نظر محمد رضا نیک نژادی، این تصمیم آموزش و پرورش مقایر با قانون اساسی است و حق آزادی شهروندان را سلب کرده است. دانش آموزی اگر بخواهد در رشته علوم انسانی تحصیل کند دولت حق ندارد که مانع حق شهروندی او شود. ترکیه نسبت به اقدام تحریک‌آمیز ملوان روسی سفیر روسیه در آنکارا رو احضار کرد. مقامات ترکیه میگن که ملوان یک رزمناو روسی که روز جمعه در حال عبور از تنگه بوسفور در استانبول بوده به شکل تحریک‌آمیز یک موشک انداز رو در دست خودش گرفته بوده. تصویر این ملوان روس البته باستاب زیادی در رسانه‌های ترکیه داشته. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در واکنش به این موضوع گفت که این یک اقدام تحریک‌آمیز هست و اگر بار دیگه تکرار بشه ما پاسخ مناسب خواهیم داد. او گفت امیدوارم که این در واقع یک حرکت و تصمیم فردی باشه نه یک برنامه از پیش هماهنگ شده. وزیر خارجه ترکیه گفت که عبور از تنگه ها بر اساس کنوانسیون مونترو هست و تا زمانی که آسیبی متوجه ترکیه نباشه این مسیر برای کشتی باز هستش. اما در ادامه تنش لفظی میان مقامات ترکیه و جمهوری اسلامی ایران روز گذشته مولود چاو شغلو وزیر خارجه ترکیه به آنچه که او تهمت و افتراع از سوی مقامات جمهوری اسلامی خوانده اعتراض کرد اخیرا همسو با رسانه های روسی در ایران هم برخی سایت ها و روزنامه ها با نشر مطالبی ترکیه رو متهم به معامله نفتی با داعش کردند که این موضوع باعث اعتراض مقامات ترکیه شده همسو با تیرگی روابط روس ها با ترکیه به نظر میرسه تنش خزنده و آرامی هم در روابط ترکیه و ایران شاهد هستیم اگرچه مقامات دو کشور در طی دو سال گذشته خیلی تلاش داشتن روابط رو در حوزه سیاسی اقتصادی گسترش بدن اما شاید آفتابی ترین روابط دو کشور رو میشد در موضوع تجارت و اقتصادی دو کشور تا سال 2020 قرار بود که حجم مبادلات تجاری خودشون رو از رقم کنونی 13 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار برسونن اما در این حوزه هم در واقع چشمانداز روشنی دیده نمیشه همین چند روز پیش آمار ده ماه میزان مبادلات تجاری دو کشور منتشر شده و نشان میده که در طی ده ماه گذشته این رقم تنها بالغ بر 8 میلیارد دلار بوده و به قول معروف هوای روابط اقتصادی دو کشور هم مثل آسمان سیاست چندان آفتابی نیست. با این همه هنوز هم مقامات دو کشور نمیخوان به وضوح از سردی در روابط خودشون بگم وزیر خارجه ترکیه روز گذشته اگرچه در یک برنامه تلویزیونی سیاست های ایران رو ای و خطرناک دانست اما در این حال گفت که در روابط دو کشور بحرانی وجود نداره همینطور اشاره بکنم در پی اعتراض شدید دولت عراق به حضور نظامیان ترکیه در این کشور احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه نامه به همتای خودش هیدر العبادی نوشته و توضیح داده که تا زمان رفع حساسیت و سوی بغداد ترکیه نیروی نظامی به عراق نخواهد فرستاد روز گذشته هیدر العبادی یک ضرب العجل 48 ساعته رو برای ترکیه تنگ کرده بود تا این کشور نیروهای نظامی خودش رو از بحشیقه در نزدیکی موسل خارج بکنه العبادی تهدید کرده بود که در این باره به سازمان ملل شکایت خواهد کرد اما نکته جالب این هستش که حتی در همین نامه اخیر آقای داود اغلو علا رقم تحکید بر حاکمیت ملی اراق صحبتی از خروج نیروهای ترکیه نیست تنها اشاره شده که فرستادن نیرو به عراق تا رفع حساسیت ها متوقف میشه بارش سنگین برف و کولاک شدید در 23 استان ایران باعث بسته شدن 28 جاده مهم و ماندن چند هزار مسافر در راه، قطع شدن گاز مناطقی از سه شهرستان و تعطیل شدن مدارس ده استان ایران در روز سه 17 آذر شد. یاسر خالدی سخنگوی مرکز مدیریت راه های کشور خبر داد که بارش سنگین برف، کولاک شدید و کاهش دید باعث بسته شدن 28 جاده مهم کشور شده بود اما 17 جاده باز شده و نیروهای راهداری برای باز کردن 11 جاده دیگر تلاش می کنند. به گفته آقای خالدی موج بارش که از 13 آذر ماه سال جاری آغاز شد 23 استان ایران را تحت تاثیر قرار داده و رفت و آمد در بسیاری از جاده ها را مختل کرده است. در همین حال مهدی محمودی فرمانده انتظامی استان قزوین از اسکان بیش از هفت هزار مسافر در مساجد و امامزاده ها به علت کولاک شدید در جاده ها و آزادراه های این استان خبر داد. صفیالله کرامتی مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان نیز خبر داد که شامگاه دوشنبه 3900 مسافر در برف گرفتار شده بودند که در شهرهای این استان اسکان داده شدند. مرتزا سلیمی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی نیز روز سه شنبه گفت که به 2749 نفر مسافر در جاده های استان که طی دو روز اخیر در برف و کولاک گرفتار شده بودند امداد رسانی شده است وضعیت آب و هوا باعث لغو پنجا و یک پرواز فرودگاه مهرآباد تهران در روز دوشنبه شده بود و در روز سهشنبه نیز برخی از پروازها با تأخیر انجام می شود. بارش برف در استانهای ایران همچنین در روزهای گذشته به تعطیلی برخی مدارس انجامیده است مدارس استانهای مازندران گیلان قزوین سمنان لورستان قوم همدان، خراسان شمالی، مرکزی و برخی از شهرستانهای استان تهران در صبح روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شد. در همین حال بر اساس گزارش ها در روز دوشنبه گاز برخی از مناطق شهرستانهای مریوان در استان کردستان، سردشت در استان آذربایجان غربی و الشتر در استان لرستان بر اثر سرما و افت فشار قطع شده است. بارش برف شدید در سالهای گذشته نیز باعث بسته شدن جاده ها و مرگ تعدادی از شهرمندان ایرانی شده است. از جمله در زمستان سال 92 بر اثر بارش برف در دو استان مازندران و گیلان دست کم شش تن جان خود را از دست دادند. در فروردین ماه 93 نیز موج جدید سرما و بارش برف در چندین منطقه ایران هزاران مسافر نوروزی را در جاده ها گرفتار کرده و در یک مورد نیز بریز شکوه و مرگ دست کم دو نفر انجامید. پژوهشکده امور مالی و دفاعی IHS در گزارشی گفته است که گروه خلافت اسلامی در حال حاضر از طریق عوارض مالیات و فروش نفت ماهانه 80 میلیون دلار درآمد دارد همین گزارش میگوید داعش تحت تاثیر حملات هوایی به تاسیسات نفتی تحت کنترل این گروه از نظر مالی تحت فشار است خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 16 آذر به نقل از تحقیقات این پژوهشکده گزارش داده که داعش برخلاف سایر گروه های تروریستی بین المللی مانند القاعده به حمایت مالی خارجی نیاز چندانی ندارد چون از قلمرو گسترده خود در عراق و سوریه میتواند درآمد زیادی کسب کند حدود نیمی از درآمد داعش از محل مالیات عوارض و مصادره اموال و حدود 43 درصد آن از محل فروش نفت و مابقی از طریق قاچاق مواد مخدر فروش برق و کمک مالی به گروه تأمین می شود. یکی از پژوهشگران ارشد آیچ اس به خبرگزاری فرانسه گفته است بخش زیادی از درآمدش را برای خرید اسلحه مهمات و تدارکات نیروهای مسلح خود هزینه می کند. اعتراف بین المللی به رهبری آمریکا از اواخر تابستان سال 2014 حملات هوایی به مواضع این گروه در خاک عراق و بعد هم سوریه را آغاز کرد روسیه نیز از سپتامبر امسال حملات هوایی و موشکی به مخالفان رژیم بشار اسد از جمله گروه خلافت اسلامی را آغاز کرده است طبق ارزیابی پژوهشکده IHS گروه داعش پس از پیشروی گسترده خود در سال 2014 تا کنون نتوانست پیروزی مهمی به دست بیاورد و به نظر می رسد اکنون برای تأمین حزینه هایش تحت فشار قرار دارد. به گفته کارشناسان این پجوهش کده به نظر می رسد که حملات هوایی اطلاف بین المللی به رهبری آمریکا و همینطور حملات ماهای اخیر هواپیماهای روسی به تأسیسات و کاروانهای صدور نفت این گروه تأثیر گذار بودند. کارشناسان این پژوهشکده می افزایند یکی از روش های جدید داعش باجگیری از افرادی است که میخواهند قلمرو این گروه را ترک کنند یکی دیگر از راههای افزایش درآمد گران کردن بهای برق سرویس تلفن و اینترنت است مردمی که در قلمرو داعش زندگی میکنند هم اکنون برای این خدمات بهای گذافی میپردازند معلوم نیست این گروه بتواند بهای گرانتری از مردم دریافت کند ولی شکی نیست که برای مردمی که در قلمرو داعش زندگی میکنند شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد